فاعل دوستان در اینجا فقط ضمایر فاعلی رو معرفی میکنیم. ضمایر فاعلی در واقع همون من، تو، او و در واقع افرادی هستن که همیشه در ابتدای جمله استفاده میشن و همیشه نقش انجام دهنده رو دارن. مثلا من میروم، تو فوتبال بازی میکنی، او یک نامه مینویسد و غیره. این من و تو، او، ما، آنها و شمایی که همیشه اول جمله هستن و کاری رو انجام میدن. خب دقت بفرمایید دوستان، من در زبان ایتالیایی هست یو، یو من هست، یو من، تو، تو هست، تو، تو، لوی، اوی هست که مذکر هست، یعنی پسر هست یا به هر حال آقا هست، و لی، اوی هست که مؤنثه. پس اوی مذکر لوی و اوی مؤنث لی. ما، نوی، 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 ما و وی، شما، وی، شما، نوی، ما، وی، شما، و لورو به معنی آنها هست، لورو، آنها. اما دوستان دقت کنید، در زبان ایتالیایی وقتی میخواد به یک نفر به صورت مؤدبانه بگیم شما، همون شمای فارسی، این در واقع لی هست، لی. و وقتی به چند نفر میخوایم به صورت مؤدبانه در واقع اونها رو خطاب کنیم و بگیم شما، میگیم لورو. خب اگه دقت کنید دوستان، لی و لورو به معنی او و آنها هستن. یعنی در واقع در زبان ایتالیایی وقتی یه نفر رو میخوان مؤدبانه صدا کنن میگن او، یا اگر چند نفرن مؤدبانه میخوان بهشون خطاب کنیم میگیم آنها، به این صورت. و دقت کنید دوستان، ضمایری که برای افرادی که هست، ضمایر در واقع مؤدبانه یا رسمی، همیشه با حروف بزرگ نوشته میشن. یعنی لی و لورو همیشه با ال بزرگ نوشته میشن. پس یک بار دیگه دوستان خواهش میکنم شما هم تکرار بفرمایید، یو من، یو، تو، تو، لوی، لوی، لی، لی، نوی، نوی، وی، وی، لورو، لورو، لی، لورو. به این صورت. پس اینها دوستان ضمایر فاعلی هستن در زبان ایتالیایی. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی کنه، از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر، با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان، سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.